ارمغان صبح شما بیننده هستین. باز هم سلام بر کسایی که جدیدن پیوستین، صبحتان بخیر. در این بخش برنامه با ما بانو فاطمه کاظمی، شاعر و نویسنده هستن که در کل درباره اشعار و همچنان دستاوردهایشان صحبت می داشته باشیم. صبحتان بخیر بانو کاظمی، بسیار زیاد خوش آمدین. صبح شما بخیر. سلام به شما و به تمام بینندگان تلویزیون آینه. خیلی خوب، چقدر وقت میشه که رو آوردین به نویسندگی و شاعری؟ یک سال میشه که شعر گفتن شروع کردیم و دیگه ادبیات نمایشی میخوانم که اون بخش چی است؟ نویسندگی است در کل. زیاد نوشته نکردیم، یعنی تازه شروع کردیم. خیلی خوب، در حدود چقدر وقت میشه و چند سطر شعر نوشتیم تا به حال؟ ما زیاد نوشته نکردیم، به صورت خیلی جدی از زمستان سال گذشته شروع کردیم که زیاد نیستن دیگه. خب بسیار خوب، کدام شعری که در ذهنتان هست و خودتان سرودین به یادتان هست؟ میشه بخوانی نمره برای ما دکلمه کنی؟ مثل دیوار قدیمیه که از کاه پر است، سینه آدم دل سوخته از آه پر است. آه از این سرکش، از این بچه پلنگ وحشی، دلم از وسوسه خواستن ماه پر است. خاطرم پر شده از غصه چنان رفتگری که لباس تنش از خاک سر راه پر است. خانه امن خدا مثل حریم دل من از دعای سحر و ورد شبانگاه پر است. این که چشمانم از احوال دلم آگاه است، خب طبیعی است که این حوض جگهگاه پر است. بسیار عالی. خب چی انگیزه باعث شد که شما رو بیارین به شعر و شاعری؟ خب من از همون اول احساس میکنم که شعر را دوست داشتم. مثلا وقتی که صنف پنج مکتب بودم حافظ میخواندم و صنف نه و ده و یازده و دوازده هم که شد، من وقتی که مثلا استاد فرمول فیزیک و ریاضی را در تخته نوشته میکرد، من اصلا متوجه نبودم. کلا شعر شاعرها را مثلا حفظ میکردم، وازو را در کتابچه خودم نوشته میکردم و میخواندم. بسیار خوب. در خانه مشوقتان کی است؟ پدر، مادر و همچنان خواهر؟ پدرم و برادر. پدرتان؟ آه. بسیار خوب. بیشتر که شعرهای سرودین حماسی است و بیشتر عاشقانه است. به سبک غزل. به سبک غزل است. بسیار عالی. خب کوشش کردین که مجموعه یک شعری که آنکه نشته کردین در حد یک کتاب شود و بتانین را چاپ بکنین و بعضی از بانوان که علاقه دارن به شعر شاعری اونها بتانن استفاده بکنن ازش؟ خب من فعلا که زیاد نوشته نکردیم و شاعرم نیست و مقدر تازه شروع کردیم، بعد ببینیم چی میشه. خیلی خوب، بسیار خوب. در دوست‌ها و در بخش که مثلا شما فعالیت دارین در اونجا، بیشتر بانوان تشویق میکنن و همچنان روحی خوبی براتان میتن یا نه؟ بله فعلا که همه تشویق میکنن، بانوان و آقایان و همه که کسایی که شعر من رو میخوانن میگن که خوب است. خیلی خوب، یک قطعه شعر دگام اگر برای ما بخوانن میشه؟ باشه. خوش به حال بختشان دروازه و دیوارها، میکنند هر روز لمست بارها و بارها. شانه ات با شانه چوکی، دستت روی میز، کیفشان کوک است محصول همه نجارها. چشم ها بادام، دهان پسته، لبت شیر و شکر، با چنین وضعی که می خواهد که از بازارها. هرچه تجار است حق دارند نفرینت کنند، بس که محصولاتشان گندیده در انبارها. ماه من دورت پر از دیوانه و بدبین شده، می برم روز تو را از بین این کفتارها. عاشقت هستم نباشی مطمئنن نیستم، جانمی تو از شعارش پر شده دیوارها. شاعری که عاشق من بود حالا می رود، او چگونه دور خواهد رفت با این کارها. بسیار عالی، بسیار عالی. در کدام حالتها بیشتر شعر می سراین؟ مثلا در نیمه شب و صبح وقت، چون یک حالت خاص داره بعضی هایی که شعر می سراین، شما در کدام حالتها؟ شاید برای هر کس متفاوت باشه حالت شعر گفتن. من فرق نمیکنه چی وقت باشه، ولی بیشتر
وقتایی که آدم دلتنگ است شعر میگه، مثلا فرق نمیکنه که در صنف درسی باشه در خانه باشه همین قسم. خیلی خوب. چی باعث شد که شعر بسراین؟ مثلا بعضی ها میگن چون یک فهم عامیانه است یا یک مفکوری عامیانه است میگن باید شاعرها همیشه عاشق میشن، شما هم چطور به این راه رفتین تا حالا؟ نمیفهم. خب از راه که کسی نو چی نیست. خب بازم من وقتی که مثلا شعر دیگر را خواندم خوشم آمد، باز من یک چیزایی که نوشته کردم باز دیگر را گفتن این همین شعر است دیگه. بسیار خوب. بجز از این که مثلا شعر میسراین و نویسندگی میکنین و چه چیزهای دیگه علاقه دارین و میخواین برسین به اون هم شروع بکنین اون را؟ من بیشتر مثلا شعر میخوانم و کتاب میخوانم ای که نویسنده شوم و بعد دیگه چیز خاص را دوست ندارم و بازیگری را یک ذره دوست دارم. بسیار خوب. در سینما؟ آه. خیلی خوب. اگر زمینه مثلا براتان مساعد شوه برین و نقش بازی بکنین در یک فیلم ممانعت وجود نداره؟ نه. خب بسیار خوب. موفق باشین. تشکر از اینکه آمدین به برنامه. انشاءالله روز شب و خیر که مجموعه تان به چاپ برسه و ما هم بتانیم از اون مستفید شویم. پیام گفتنی اگر برای بیننده ها دارین بفرمایید. سلامت باشیم. پیام خاصی ندارم. تشکر از حضورتان به برنامه. سپاس از بیننده ها که تا به حال برنامه را بیننده بودن. بعد از وقفه کوتاه بخش های بعدی را فراموش نکنید.